سلام بینندگان گرامی، روژان هستم خدمتتون امشب و داریم روز زن و جشن میگیریم با شباهنگ. بسیار برنامه زیبایی داشتن امشب و میریم که با چند تا از هنرمندان امشب مصاحبه کنیم. با تشکر از جناب آقای زیاد جمالی به افتخارشون. چقدر زیباست که برنامه امشب رو آغاز کردیم با اینکه آقایون بخوان از خانما تعریف بکنن. دوستان عزیزم، امشب رو با برنامه های همیشگی در خدمتتون هستیم. به بزرگ داشته شاعران معاصر میپردازیم و بعد هم با موسیقی سنتی و دکلمه ها و سورپرایزی که داریم بر اختیار شما خواهیم. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم اجازه میخوام ببینم چند نفر خانم حضور دارن توی این برنامه. دستاتون رو بالا کنید لطفا. حالا آقایونی که باور دارن خانم هایی که همراهشون هستن زنان بزرگ و ارزشمندی هستن دستشون رو بالا کنن. به افتخار خودتون. خانم‌های عزیز، قبل از اینکه برنامه شروع بشه یادی بکنیم از زنان بزرگی که در طول تاریخ همواره نام زنان قدرتمند رو برای اولین بارها به جای گذاشتن. به چند نام مختصر و چند جمله اکتفا میکنم. اول از همه جا داره که از ماندانا مادر کوروش کبیر نام ببرم. ایشون اولین بانویی بودن که مدرسه حقوق و قانون رو در کشور ما به راه انداختن و خودشون هم تدریس میکردن. زن نامور دیگری رو که میخوام نام ببرم، کاساندا همسر کوروش کبیر بودن که ایشون ملکه 28 کشور آریایی بودن و ایشون پس از شخص شاه نخستین فرد قدرتمند و سیاستمدار روز بودن. به افتخارشون. از آتوسا دختر کوروش کبیر نام میبرم که ایشون رئیس شورای سلطنت بودن و شاعر و ادیبی توانا در زمان خودشون. به افتخارشون. اولین دریا سالار زن آرتمیس. که در متانت و زیبایی هم شهره شهر بودن. به افتخارش. زنی که با لباس مردانه با سهراب رزم کرد. چه کسی نامشون رو میدونه؟ گردآفرین. به افتخارشون. رودابه همسر زال و مادر رستم، اولین شخصی که سزارین رو برای به دنیا آوردن بچهاش انجام داد. به افتخارشون. و در پایان، البته پایانی نیست، زنان بسیاری هستند در طول تاریخ، و در پایان از همای چهره آزاد نامی برم، پادشاه زن ایرانی در زمان کیانیان. 30 سال پادشاهی کردند و 30 سال کشور را در آرامش و آسایش نگاه داشتند. به افتخارشون. و حال به افتخار روز زن، تمام مادران بزرگواری که اینجا حضور دارن، تمام زنان آزادهی که در اینجا حضور دارن،
و تمام دوستان گرامی که به عنوان یک زن پارسای ایرانی نام ایران و ایرانی رو زنده نگاه داشتن. به افتخار همگی شما. با سلام به همه، روز جهانی زن به همه گرامی تبریک میگم. برای مادرایی که اینجان، برای دوست دخترایی که اینجان، برای مادر بزرگایی که اینجان، همیشه برای همه مردایی که اینجا نشستن یه جای خیلی خاصی هست که در لحظات سخت ما بیادش میاریم. من تو بیمارستان کار میکنم، خیلی وقتا مریضایی، مردان قهرمانی که 90 سالشون رو دردشون میاد، گن آم مای مادر، آو گاد، مادرشون یاده میاد. کرده میگن دنک گیر. چیزی که هست واقعا مهر مادران، چیزی که به عربی بهش میگن حنین، به عربی بهش میگن حنین، به انگلیسی بهش میگن افکشن، که ما خوب این مسئله رو میفهمیم، اون حزن و گهواره ای است که مادر تو سینه‌اش داره، هر زنی برای بچه‌اش داره. اون مهر و علاقه انسانی است که بچه‌ها از شیر مادرشون می‌خورن و باهاش بزرگ میشن. یه لحظه فقط می‌خواستم که با من همراه بشه، چشماتون رو ببندید، مادر بزرگاتون رو یادتون بیاد. دست چپت به یه عکس هست، من روش نمیشتم گراند مادر. برای چند نفر ایشون تداعی میشه براشون به عنوان مادر بزرگشون. مهربانی، انسانیت، دوستی و جنگجویی. مادرها برای بچه هاشون می جنگن، مادرها میخوان بچه هاشون آزاد باشن، آزاده زندگی کنن، و مادرها درد مشترک رو میفهمن. ما یاد شابلو میفتیم که خیلی وقتا میگه درد مشترک، ولی هر کدوممون یه دیدی از درد داریم. یکی دندونش درد میکنه، یا 100,000 نفر امروز رفتن پیش دندان پزشک از درد مشترک اون بوده. درد مشترک در واقع اون نیاز طبیعی، اون حق طبیعی که یه جایی ضایع شده. حق زنان در طول تاریخ ضایع شده، نه به دست مردان نادان، به دست قدرت ها. مردها خودشون هم مظلوم سیستم‌های فکری هستن که بهشون تحمیل شده، و اینو متاسفانه تو آموزش هیچ کی نیومده بهشون یاد بده، یه جور دیگه یاد بده. هیچ مدرسه‌ای در کلاس اول دبستان درس محبت و عشق و انسانیت و برابری و سیاست‌های ضد خشونت رو به بچه‌ها یاد نمیده که فردا که بزرگ میشن سکسیست نباشن، فردا که بزرگ میشن دنبال اینکه زن رو از جزء ممتلکاتشون بدونن، کسی این چیزا رو یاد نمیده. برگردم به همون مسئله که گفتم، درد مشترک. درد مشترک همه زنها اینه که حقوق طبیعیشون در طول تاریخ ضایع شده. حق یک انسان برای برابری، حق انسان برای آزادی بیان، برای اینکه خودشو بتونه رشد بده، نشون بده، این حقا و ادامه پیدا کرده. تو قرن 21 هنوز تو جاهای مختلف میبینیم که حقوق زنها با مردها برابر نیست. حقوق به عنوان پولی که در مقابل شغلشون میگیرن، هنوزم بعضی جاها هستن که دکترای زن کمتر از دکترای مرد میگیرن. حالا برسیم به جاهایی که مثلا مینیمم ویج دارن به کارگراش میدن، یا اگه جایی هم بتونن به زنها ظلم بکنن این کارو بکنن. یه سری سلاید هست اینجا که بهتون نشون میدم. برگردیم به مسئله مادر بزرگ. من از مادر بزرگم بهتون بگم. من سنندج به دنیا اومدم تو یه خانواده کلیمی. مادر بزرگ من 30 سال پیش فوت شده، ولی وقتی که ما بچه بودم و بیادش میومد این مدرسه رفته بوده، از 14 سالگی از ده میاد سنندج و یه 2 سالی مدرسه میده. تو این مدرسه تا
تنها وسیله‌ای که اینا برای درس خوندن داشتن یه تکه تخته بوده با یه گچ سفید کنن، باید مواظب بودن یواش بنویسن که تموم نشه. زن و تاریخ که در نوع خودش بی‌نظیر بود.
پروین در تیر ماه 1312 به عقد ازدواج پسر عموی پدرش درآمد که یک فرد نظامی بود، یک فرد به اصطلاح در رئیس کل شهربانی کرمانشاه بود. به خاطر اختلاف عقاید و طرز فکر مسلماً این دوتا یک زوج مناسبی با هم نبودند و بعد از دو ماه و نیم پروین به خانه پدری برگشت و با متانت و بردباری این جدایی رو تحمل کرد و از اون فقط با یک شعر کوتاه در دیوانش یاد کرده. روز در سال 1315 وزارت معارف یک نشانی رو برای ایشون فرستاد به عنوان نشان علمی درجه 3 و پروین این نشان رو رد کرد با عرض ادب و گفت که کسان دیگری هستن که شایستگی این نشان رو بیشتر از من دارن. در سال 1320 بدون هیچ نوع سابقه بیماری در سوم فروردین دچار بیماری هسته شد و با وجود تمام کمک پزشکان و خانواده متاسفانه در نیمه شب 16 فروردین همون سال زندگی رو به دور برد در سن 35 سالگی و مقبره ایشون در قم هستش، در مزار خانوادگی در کنار مزار پدرش هست. من وقتی که به دنیا آمدم عمه من سالها بود فوت کرده بود ولی مادر ایشون در قید حیات بودن و خاطره در بچگی که ما نمیدونستیم مثلا این یعنی چی، ولی در هر وقت میرفتیم روزای عید همیشه خونه مادر بزرگ میرفتیم روز اول عید. از بچگی تا اوایل سن جوانی و تینیجری به اصطلاح معروف ما سرگرمیمون در روز اول عید با مادر بزرگ مشاعره بود. همه بچه های فامیل و دخترعمو و عمه ها، همه عمه های پدری، همه ما شعر یاد میگرفتیم که روز مشاعره از همدیگه بتونیم ببریم. و خاطره‌ای که من از مادر بزرگم، مادر خانم پروین دارم اینه که ایشون همیشه با ما مشاعره میکردن و میبردن ولی فقط شعرهای دخترشون رو استفاده میکردن و هیچ وقت هم اون رنج و دردی رو که تحمل کرده بودن تو رفتارشون چون در ایام عید اتفاق افتاده بود این رو نشون نمیدادن. شعری رو که هم بهتون تقدیم میکنم امشب دو قسمت داره. این به مناسبت ریشه به مناسبت روز کشف حجاب گفته شده. اول شعر بیشتر راجع به مذلت و ناراحتی هایی که زن در اجتماع اون روز تحمل میکرده تا روز کشف حجاب و به طور کلی در زمان در تاریخ زن تحمل کرده. قسمت دوم شعر بیشتر جنبه نصیحت داره و میخواد به اینکه گروه که وجود زن، گوهر وجود زن چی هست و یک زن کامل باید چه چیزایی رو در زندگی داشته باشه که به اون مقام بالا برسه. آری بیش از اینها میتوان خاموش من، میتوان ساعات طولانی با نگاهی چون نگاه مردگان ثابت خیره شد در دود یک سیگار، خیره شد در شکل یک فنجان، در گلی بیرنگ بر قالی، در خطی موهوم بر دیوار. میتوان با پنجه های خوش پرده را یک سو کشید و دید در میان کوچه باران تند میبارد. کودکی با باد بادک های رنگینش ایستاده زیر یک تاقی، گاری فرسوده میدان خالی را با شتابی پر هیاهو ترک میگوید. میتوان بر جای باقی ماند در کنار پرده، اما کور اما کر. میتوان فریاد زد با صدایی سخت کاذب، سخت بیگانه دوست میدارم. میتوان در بازوان چیره یک مرد ماده زیبا و سالم بود، با تنی چون سفره چرمی، با دو
پستان درشت سخت میتوان در بستر یک مست، یک دیوانه، یک ولگرد اسمت یک عشق را آلود. میتوان با زیرکی تحقیر کرد هر معمای شگفتی را. میتوان تنها به حل جدولی پرداخت. میتوان تنها به کشف پاسخی بیهود دل خوش ساخت. پاسخی بیهود آری پنج یا شش هم. میتوان یک عمر زانو زد با سعی افکنده در پای ضعیفی سر. میتوان در گور مجهولی خدا را دید. میتوان با سکه ناچیز ایمان یافت. میتوان در حجره های مسجدی پوسید چون زیارت نام خانی پیر. میتوان چون صرف در تفریق و جمع و زر حاصلی پیوسته یکسان داشت. میتوان چشم تو را در پیله قهرش دگمه بیرنگ کفش کهنه پنداشت. میتوان چون آب در گودال خود خشکید. میتوان زیبایی یک لحظه را با شرم مثل یک عکس سیاه مضحک فوری در ته صندوق مخفی کرد. میتوان در قالب خالی مانده یک روز نقش یک محکوم یا مغلوب یا مصلوب را آویخت. میتوان با صورتک ها رخنه دیوار را پوشان. میتوان با نقش های پوچ تر آمید. میتوان همچون عروسک های کوکی بود با دو چشم شیشه‌ای دنیای خود را دید. میتوان در جعبه ما بود با تنی انباشته از کاخ سالها در لابلای تور و پولک خفت. میتوان با هر فشار هرزه دستی بی سبب فریاد کرد و گفت آه من بسیار خوشبختم. باد ما را خواهد بود در شب کوچک من افسوس. باد با برگ درختان میعادی دارد. در شب کوچک من دلهره ویرانیست. گوش کن وزش ظلمت را میشنوی. من غریبانه به این خوشبختی مینگرم. من به نومیدی خود معتادم. گوش کن وزش ظلمت را میشنوی. در شب اکنون چیزی میگذرد. ما سرخ است و مشوش و بر این بام که هر لحظه در او بیم فرو ریختن است ابرها همچون انبوه عزاداران لحظه باریدن را گویی منتظرند. لحظه ای و پس از آن هیچ. به افتخار آقای ایرج طاهری. Thank you.
جناب طاهری. چه ز وصف تو بگویم ز کمالت چه نویسم، ای که در مقام انسان شده ای به عرش اعلا، ای که در مقام انسان شده ای به عرش اعلا، ای زن، ای مادر گیتی. انتخاب تبریک به همه شما زنان عزیز ایرانی. Thank you.
خانم سیمین بهرمانی به نام دوباره میسازمت وطن. دوباره میسازمت وطن، اگر چه با اشتجان پیش. ستون به سقف تو میزنم، اگر چه با استخوان پیش. دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو. دوباره میشویم از تو خون، به سیل عشق روان پیش. دوباره یک روز روشنا، سیاهی از خانه میرود. به شعر خود رنگ میزنم، ز آبی آسمان پیش. کسی که عزم رمیم را دوباره انشاء کند، به لطف شکوه میبخشدم، شکوه به عرصه امتحان پیش. اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز میکنم کنار نوبابگان پیش. حدیث حب الوطن ز شوق، بدان روش ساز میکنم که جان شود هر کلام دل، چو برگشایم دهان خویش. هنوز در سینه آتشی به جاست، که از تاب شعلهش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خویش. دوباره میبخشیم توان، اگر چه شعرم به خون نشست. دوباره میسازم از جان، اگر چه بیش از توان خویش. تشکر از اینکه تا اینجای برنامه منتظر مونده. امیدوارم که خسته نباشید، یا به قول قدیمی ها خسته غم نباشید. با درود به باهره اردلان، که او هم بی تردید یکی از زنانی خواهد بود که یادش با قابلیت هایی که داره در ذهن ما به جا خواهد بود. و با تشکر از گروه شباهنگی برای برنامه های زیبایی که اجرا می کنید، که می بینم در پشت اجرای این برنامه ها چه زحماتی رو به دوش دارید. امیدوارم که موفق باشید بیشتر از این. من قبل از اینکه به شرح حال مستوره اردلان بپردازم، اجازه می گیرم شعری رو از خودم به شما تقدیم کنم به عنوان تبریک نوروز. و درود میگم به شما که خدمات فرهنگی رو شرکت میکنید، حمایت میکنید، چون بدون وجود شما هیچ کدوم از زحماتی که برگزار کنندگان میکشن به جایی نمیرسه. و شوق بودن شما، جمع شما کنار هم هست که خستگی رو از تن بیرون میکنه. این شعر به نام گفتگو با بهار هست، که این امید رو دارم که ما قادر باشیم با نو شدن طبیعت، ذهن و اندیشه و افکار خودمون رو هم تازه و با طراوت نگه داریم. بهاران، ای بهاران، ای بهاران، کلام عاشقان، ای جشن یاران، هوای دلپذیر خوب نوروز، چه میشد گر بمانیم هر شب و روز. هوای تو فرح بخش و دلانگیز، لطیفان کرده در سن پاییز. منم چون تو بهاری تازه بودم، لطیف و خوب و پر آوازه بودم.
تنم گل بود، رویم گل، بدن گل، همه اندیشم پر بود از گل. گذشته این زمانه پر پرم کرد، گذشته این زمانه پر پرم کرد، از آتش رد شدم، خاکسترم کرد. ولی در خود بهاران یاد دارم، دل رفته به دست باد دارم. دلی کن می شود هر دم به رنگی، سر خود می زند هر جون به سنگی. چرا در ما بهاران بر نگردد، کبیر قلب من گلشن نگردد. من تو هر دو با هم بیقراری، به شیدایی یا مستی یار یاری. مگر ما از طبیعت ها جدایی، مگر نه هر یک از جنس خدایی. جنون و حال و احوالم تو بنگر، بپندارم که زر باشم تو زرگر. تو پرچوری و من هم نغمه خوانت. تو گل می‌ریزی، من گل واژه دانت. تو زیبایی و من زیبا پرستت. تو خلصه آوری، من مسته مستت. جنون و حال و احوالم تو بنگر، بپندارم که زر باشم تو زرگر. مرا سیغل بده، نازک ترم کن، نترسم از تراشت، بهترم کن. که تو گویم به خود دستت بهانه است، بهار و جلوه گلها بهانه است. همه حکمت درون ماست بردا، بهار آنجاست، پنهان است و پیدا. حقیقت در من و تو حق چنین است، تمام حرف مذهب در همین است. قنیم و اگر چون ابر گریان، بود خورشید ما یک گوشه پنهان. ز خورشید درون گرمی بگیریم، ز خورشید درون گرمی بگیریم، برای هم بمانیم و بمیریم. پیامت را گرفتم من بهارم، پیامت را گرفتم من بهارم. به ما گویی هم دردیم و درمان، به ما گویی خوشیدی مبارم. ندارم با تو دیگر کار دیگر، ندارم با تو دیگر کار دیگر. بود دیدار ما تا بار دیگر. گر به تو افتدم نظر، چهره به چهره رو به رو، شرح دهم غم تو را نکته به نکته، مو به مو. وصفه دیدن رخت همچو صبا فتادم، خانه به خانه، در به در، کوچه به کوچه، کو به کو. می رود از فراق تو خون دل از دو دیده‌ام، دشته به دشته، یم به یم، چشمه به چشمه، جو به جو. شب همگی به خیر و خوشی. موفق و معید باشید. شهریار به منش بعضی کارهای فرهنگی میکنم و امروز خوشحال شدم تو این برنامه باشم.
به نظر شما روز زن چقدر مهمه در جامعه ایرانی و در دنیا؟ روز زن اساساً تاریخش برمیگرده به مبارزه زنان برای حقوق برابر یا حقوق انسانی تر در شرایط کار، که برای در 150 سال گذشته شکل‌های مختلف به خودش گرفته و خوشبختانه بعضی جای دنیا این مسئله جا افتاده که زنا حقوق برابر دارن و از نظر فرهنگی هم درس داده میشه، مردم مواظب خیلی شرایط هستن که این برابری هم از نظر قانونی هم از نظر فرهنگی جا بیفته. در مورد کشور خودمون متاسفانه هنوز خیلی مسائل هست و خیلی راه هست که مبارزه زنها اونجایی که باید و شاید بتونه حقوق زنها رو به دست بیاره. هنوز مسئله خشونت ضد زنان تو ایران خیلی مسئله سازه و از نظر قانونی هیچ قانون پشتیبان خانواده و زن نیست که بتونه حقوق زن رو نگه داره و محافظت بکنه.